در خط خبرها. درگیری نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان در لردگان ایران. معترضان دفتر امام جمعه شهر را آتش زدند. آزادی زوج استرالیایی پس از 3 ماه بازداشت در ایران. همزمان دانشجوی ایرانی زندانی در استرالیا هم آزاد شد. فشار روزافزون کنگره آمریکا بر رئیس جمهوری. 3 کمیته مجلس نمایندگان ترامپ را به کارشکنی، ماجراجویی و مخفیکاری متهم کردند. و تبرئه از قتل عمد برای زنی که میخواست همسر بیمارش بیدرد بمیرد. حالا فرزندانشان خواهان قانونی شدن مرگ خودخواسته هستند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. به دنبال ابتلای شماری از ساکنان روستای چنار محمود و استان چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV، معترضان امروز با تجمع مقابل فرمانداری، دفتر امام جمعه و خانه بهداشت لردگان با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدند. ماموران هم به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کردند. وزیر بهداشت ابتلای عده‌ای از اهالی روستا به این ویروس را از طریق سرنگ آلوده هنگام آزمایش خون رد کرده و گفته باید از بهیار روستا اعاده حیثیت شود. همزمان قرار است جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی موضوع به لردگان سفر کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تصاویری از اعتراض مردم روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان. معترضان دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. آنها در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعار دادند. عده‌ای از معترضان هم زخمی شدند، اما تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی معترضان را با گاز اشکاور متفرق کردند. این هم ساختمان خانه بهداشت لردگان، جایی که مردم در مقابل آن اعتراض کردند. مکانی که معترضان می‌گویند باعث ابتلایشان به ویروس HIV شده. اهالی روستای چنار محمودی میگویند عده‌ای از ساکنان این روستا به دلیل استفاده خانه بهداشت از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV مبتلا شدند. 28 نفر تا الان مثبت شده. این گزارشایی که میدن همش کذبن. رسانه‌ها کذب میگن. من خودم یکی مبتلا ام. دخترم از خواهرم از زنم از برادرم از اون برادرم از بچه برادرم از خون من 8 نفریم. یه خونه بغل دستی 6 نفرشه. بچه طبی شیرخوار چیکار کرد؟ بچه اندازه‌ای چیکار کرد؟ مسئولان اما میگویند این مسئله صحت ندارد. این بیماری در طول سالیان متمادی ایجاد شده. ممکنه سابقه این بیماری به چندین سال قبل برگرده. افراد مختلف در طی این سالیان گرفتار شده باشند و کشف بیماری در این مدت کوتاه صورت گرفته. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم گفته یکی از مقام‌های محلی به صورت غیر کارشناسی ادعا کرده که سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV بوده، اما با مستندات بسیار دقیق و کارشناسی مشخص شده هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. معترضان اما امروز خواستار استعفای مسئولان وزارت بهداشت شدند و علیه وزیر بهداشت شعار دادند. محمد حسین قربانی عضو فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم گفته از جمعیت 1800 نفری این روستا 240 نفر معتاد هستند که 20 نفر آنها تزریق می کنند و همین مسئله باعث شیوع HIV در این روستا شده. با این حال مسئولان معترضان را عده‌ای فرصت طلب نامیده و گفتند رسانه های به گفته ی آنها بیگانه قصد آسیب به جمهوری اسلامی را دارند. مردم روستای چنار محمودی میگویند ابتلای تعدادی از مردم به ویروس HIV شایعه نیست، جدی است و خواستار رسیدگی مسئولان هستند. قرار است جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به این روستا بروند و مسئله را از نزدیک بررسی کنند. فرین آسمی، BBC. و فرین همچنان اخبار رو دنبال میکنه. الان از تازه‌ترین ها بهمون بگو فرین.
ناجی، دقایق پیش خبرگزاری صدا سیما گفت که اوضاع تحت کنترله، به گفته خبرگزاری صدا سیما، و گفته که آرومتر شده وضعیت و اعتراض ها تموم شده. هم خبرگزاری صدا سیما هم خبرگزاری مهر هر دوشون گفتن که مردم روستای چنار محمودی یک تظاهرات آرومی داشتن، اعتراض آروم و مسالمت آمیزی داشتن، ولی عده ای بودن که به گفته این خبرگزاری ها فرصت طلب و آشوبگر بودن و اومدن و از این فرصت استفاده کردن و اموال عمومی رو تخریب کردن. در شبکه های اجتماعی فیلم های زیادی منتشر شده از اعتراض های امروز، ولی یکی از مخاطبان بی بی سی به ما گفت که در مقاطع اینترنت قطع بوده، بنابراین زیاد نتونستن امکان فرستادن تصویر رو نداشتن. با این حال ما صحبت کردیم با یکی از مخاطبان و توضیح داد برای ما که وضعیت چجوریه و در یکی از روستاهای نزدیک چنار محمودی زندگی میکرده. بشنویم با هم صداشو و بعد بیشتر توضیح میدم. من از یکی از روستاهای اطراف چنار محمودی هم. اوضاع اینجا اصلا جالب نیست. مردم این روستا امروز همه رفتن لردگون. مردم لردگون اومدن کنارشون و یه سری حادثه حالا ایجاد شده، مثل آتیش زدن فرمانداری، شبکه بهداشت، دفتر امام جمعه. کلا زیاد اوضاع جالبی نیست. اینترنت رو اینجا کامل قطع کردن. از طرف شهر کردن با اتوبوس و ماشینایی که داشتن، کلی نیرو از طرف سپاه و نمیدونم از ارگانهای دیگه اومدن. زیاد اصلا اوضاع جالب نیست، یه جور جنگی شده. مامان منم معلمه، گفت که امروز خانوما اومده بودن، خیلی ترس داشتن تو بدنشون، یعنی یه استرس گرفته بودن، اومده بودن بچه هاشون رو برداشته بودن ببرن خونه. میگه ممکن نیست، هر لحظه ممکنه یه اتفاق بیفته. یه بچه هم بود، اومده بود از چنار بود، مثل که مادر پدرش رفته بودن کربلا، بچه رو گذاشته بودن پیش مامان بزرگش، اینو فرستاد اینجا مدرسه. بچه ها اصلا ازش فرار میکردن، بچه هم با گریه مدرسه رو ترک کردن. فرین، یه موضوعی که قابل توجه هست این که اظهارات مقام ها در این باره خیلی ضد و نقیضه. به نظر میرسه که یه سردرگمی وجود داره در بین مقام های مختلف. سیاست مشخصی اصولا در اطلاع رسانی نداشتن تو این زمینه. مسئله که مطرح شده اینه که اولا که از طرف مردمی مسئله مطرح شده که چند ماه پیش خانه بهداشت یک آزمایش خونی گرفته برای تعیین قند خون و بعد یک مشخص شده که یک ویروسی، احتمالاً یک حالت ویروسی وجود داره و بعد از اینکه آزمایش دادن مشخص شده که به ویروس HIV مبتلا هستن. قبلش اصلا به مردم اطلاع نداده شده که این آزمایش رو برای چی گرفتن بعد از اینکه این چیزای مشکوک رو دیدن، نشانه های مشکوک. معاون وزیر بهداشت به گفته یکی از مخاطبان بی بی سی به ما گفته که رفته به دانشگاه علوم پزشکی یزد و گفته که این به خاطر رابطه جنسی پرخطر بوده، یا اون چی که این معاون وزیر بهداشت گفته رابطه نامشروع. ولی آماری که هست این هست که خب حدود 300 نفر هستن، به گفته بعضی از ساکنان گفتن 280 نفر هستن و خب این تعداد زیادیه برای اینکه بخوایم بگیم یک مقداری معتاد تزریقی هستن، یک مقداری از طریق رابطه جنسی پرخطر مبتلا شدن. وزیر بهداشت هم به نظر میرسه که خیلی به فکر حمایت از پرسنل خودشه. حتی گفته که اون بهیاری که گفته میشه که آزمایش قند خون گرفته و مردم گفتن که سرنگ آلوده استفاده کرده، باید ازش اعاده حیثیت بشه. گفته اصلا تقصیر اون نبوده، از کادر خودش حمایت کرده به صورتی. و یه چیز دیگه هم که گفته که خیلی به هر حال جنجال برانگیز شاید بشه گفت شده اینه که گفته ما از 40 روز پیش میدونستیم و این رو خیلی محرمانه داشتیم بررسی میکردیم و رسیدگی میکردیم. اصولا مردم میگن ما اطلاعی از این مسئله نداشتیم، پس محرمانه بودن این قضیه یه مقداری درست نیست، به خاطر اینکه محرمانه بین پزشک و بیماره. وقتی بیمار مطلع نباشه از این مسئله، یه مقداری شاید به پنهانکاری مثلا بشه ازش برداشت کرد. به خاطر همین یک مقداری مشخص نیست که سیاست مقام های مختلف در این باره چی هست و میخوان چه جوری موضوع رو بررسی بکنن و در این مورد تصمیم بگیرن. متشکرم از تو فرین ناصمی اینجا در استودیو با ما.
همزمان با آزادی دو استرالیایی بازداشت شده در ایران، یک دانشجوی ایرانی هم که در استرالیا بازداشت بود آزاد شده. رضا دهباشی به اتهام نقض تحریم‌های ایران در استرالیا بازداشت شده بود. پیشتر وزیر خارجه استرالیا از آزادی جولی کینگ و مارک فرکن، زوج گردشگری، خبر داد که چند ماه پیش در ایران به اتهام فیلمبرداری با پهپاد دستگیر شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی بگی. بازگشت به خانه، اشک شوق و آغوش هایی که دست کم بیش از یک سال منتظر چنین لحظه ای بودند. این رضا دهباشی است، دانشجوی دکترا در دانشگاه کوینزلند استرالیا، که 13 ماه پیش به اتهام تلاش برای نقض تحریم های آمریکا و کمک به سیستم دفاعی ایران بازداشت شده بود. اینجا دیدار او با فریدون حقبین، سفیر ایران در استرالیا. همزمان احتمالاً اشکای شوقی در استرالیا ریخته می شود. برای آزادی این زوج گردشگر، جولی کینگ و مارک فرکینگ، زوجی که حدود 2 سال پیش سفری را از استرالیا آغاز کردند و می خواستند با گذشتن از چند کشور به لندن در بریتانیا بروند. اما چند ماه پیش و بعد از ورود به ایران به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد بازداشت شدند. قصدشان سفر به کشورهایی بود که در رسانه‌ها بد معرفی شده بودند و آنها می‌خواستند تصویر مثبتی از آنها نشان بدهند. تصویری که با ورود به ایران حتی تیره‌تر هم شد. امروز اما بالاخره کابوسشان تمام شد و قرار است به خانه بازگردند. خوشحالم اعلام کنم که دولت ایران جولی کینگ و مارک فرکین، زوج استرالیایی، را آزاد کرده. برای جولی و مارک سختی ها تمام شده. اونها به زودی پیش عزیزانشون برمیگردن و این مایه آسودگی و شادی همه است. میتونم بگم که سلامتن و روحیه خوبی دارن. خودشان هم در بیانیه‌ای گفتند: از تلاش های دولت استرالیا برای آزادی من تشکر میکنیم و همینطور از خانواده و دوستانمان به خاطر عشق و حمایتشان. در این حال که از علاقه شدید عموم با خبر هستیم، فعلا مایل به اظهار نظر بیشتر نیستیم و از رسانه ها می خواهیم که به ما و خانواده های من اجازه بدهند که به زندگی عادی من بازگردیم. زندگی عادی و احتمالا تمام کردن سفر نیمه کاره. اما برای عده دیگری از شهروندان کشورهای دیگر که در ایران بازداشت هستند، کابوس همچنان ادامه دارد. از جمله برای کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی، محقق و استاد دانشگاه ملبورن، که بیش از 1 سال پیش در ایران بازداشت شد. گفته شده اتهام او جاسوسی است. به 10 سال زندان محکوم شده. همونطوری که گفتم، این پرونده ها هر کدوم منحصر به فردند و متفاوت. به گفتگوهامون با دولت ایران ادامه میدیم. اتهاماتی را که او به خاطرشون محکوم شده نمیپذیرم. دنبال بازگرداندن او به استرالیا هستیم. پیش از کسانی که امروز خبر آزادیشان منتشر شده، نگار قدس کنی، شهروند ایرانی از آمریکا، آزاد شد. خانم کنی حدود 2.5 سال پیش به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا بازداشت شده بود. او بعد از 2 سال بازداشت به آمریکا تحویل داده شد. آنجا محاکمه شد و 2 مهر به 27 ماه زندان محکوم شد. اما قاضی دادگاه مدت زمانی را که خانم قدس کنی در بازداشت بود، جزو محکومیتش به حساب آورد و نهایتاً او آزاد شد. مقام‌های ایران و استرالیا درباره وجود توافق برای آزادی این زندانی‌ها یا همزمانی آزادی آنها اظهار نظری نکردند. اما گمان زنی‌ها حاکی از چنین توافقی است. مهدی بیگی، بی بی سی. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران از بررسی اسناد تحصیلی برادر رئیس جمهوری خبر داده. محمد مهدی زاهدی به خبرگزاری مهر گفته مدارک تحصیلی حسین فریدون در پی شکایتی به قوه قضاییه بررسی خواهد شد. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس و خبرگزاری های منتقد دولت گفته بودند که بر موضوع تحصیل آقای فریدون در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی تخلف شده است. حسین فریدون اخیراً به جرم گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم شده.
یک نظامی بلندپایه آمریکا در خاورمیانه میگوید ایران آرایش نظامی تهدید کننده‌اش را در منطقه همچنان حفظ کرده. دریا سالار جیم مالای فرمانده ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است به خبرگزاری رویترز گفته با وجود کاهش تنش‌ها وضعیت در منطقه همچنان نگران کننده است. آقای مالای این سخنان را 3 هفته پس از حملات گسترده به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان گفته. هرچند مسئولیت آن حمله را حوثی‌های یمن به عهده گرفتند، اما آمریکا، عربستان، بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران را مسئول آن دانستند، اتهامی که ایران رد کرده. اعتراض‌های خشونت‌بار در چند شهر عراق امروز هم تلفاتی به دنبال داشت. پارلمان عراق شمار کشته‌های این اعتراض‌ها را 90 نفر و تعداد زخمی‌ها را حدود 4000 نفر اعلام کرد. اعتراض‌ها 5 روز پیش علیه فساد گسترده دولتی، بیکاری و ضعف خدمات عمومی آغاز شد. دولت گفته خواسته‌های معترضان را درک می‌کند، اما راه حلی آنی برای حل مشکلات وجود ندارد. معترضان خواهان استعفای دولت شدند. رضا از تجار ایرانی که سال‌هاست در عراق فعالیت اقتصادی می‌کند، ساعت پیش درباره تأثیر اعتراض‌های بغداد و چند شهر دیگر این کشور بر کسب و کار ایرانیان گفت. برای ایرانی‌ها، برای شرکت‌های خصوصی، برای فعالای اقتصادی ایرانی توی عراق قبلاً هم خیلی ساده نبود، خیلی راحت نبود، به خاطر مسائل مختلف، از مسائل تاریخی، از اون سابقه ذهنی تاریخی که ایرانی ها و عراقی ها نسبت هم دارن. خب خیلی نسبت به مثلا ترکیه‌ای ها اینجا فضا برای ایرانی ها تنگ‌تر بود، و ولی از بعد از داعش، بعد از حمله داعش به عراق و بحران اقتصادی که در ایران شکل گرفت، خب رفته رفته در واقع تجارت ایرانی ها ضعیفتر شد، در حضور ایرانی ها ضعیفتر شده، و من فکر میکنم که این فشار خیلی شدیدتر هم بشه اگر این جذب ضد ایرانی بخواد تقویت بشه. من فکر میکنم که فرصت رو، عرصه رو برای ایرانی ها تنگتر کنه. در آمریکا رئیسان 3 کمیته کنگره رئیس جمهوری را به کارشکنی، ماجراجویی و مخفیکاری در جریان تحقیقات مربوط به رابطه دولت آمریکا و اوکراین متهم کردند. کنگره آمریکا در حال بررسی طرحی برای استیضاح دونالد ترامپ است به دلیل آنچه فشار او بر دولت اوکراین برای برد سیاسی در داخل کشور خوانده شده. اخیراً یک مامور سیا با شکایت از دونالد ترامپ گفته بود که او در یک مکالمه تلفنی از رئیس جمهوری اوکراین خواسته تا درباره پسر جو بایدن، رقیب اصلی آقای ترامپ در انتخابات آینده، تحقیق کند. بهمن کلباسی از نیویورک با ماست در مورد تازه‌ترین جزئیات این موضوع. بهمن، در طول این 11 روز گذشته اون چیزی که مکرر شاهدش بودیم این است که تقریبا هر روز اخبار جدیدی منتشر میشه که این پازل استیضاح رو یه مقداری کامل‌تر میکنه. اون چیزی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، یه بخشش همین دعوا و رویارویی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از یک سو و کنگره، نمایندگان مجلس، در مجلس نمایندگان، کمیته های مربوط که دارن به اصطلاح تحقیقات استیضاح رو پیش میبرن، از سوی دیگر که اونها خواستار مدارک میشن، نمایندگان مجلس خواستار این میشن که برای تحقیق و تفحصشون مقام ها بیان و پاسخگو باشن، و سوی دیگر کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا یا تعلل میکنن یا صریحا میگوین که ما جدی نمیگیریم این درخواست ها رو، زیاده روی است، و بسیاری از این مدارک رو حاضر نشدن که به صورت به نمایندگان کنگره بدن. در این حال رسانه‌های آمریکا هم پیاپی اخبار جدیدی منتشر میکنن از مکالمات تلفنی آقای ترامپ که فقط محدود به رئیس جمهوری اوکراین دیگه نیست، هم با صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری روسیه کرده، هم دیروز واشنگتن پست مفصل منتشر کرده در مورد دیگر تماس‌هایی که داشته که منجر شده که بسیاری از کارمندان دولت، مقام‌های دولت که منصوب مستقیم آقای ترامپ نبودن و از دولت‌های پیشین در نهادهای امنیتی کار می‌کردن، ابراز نگرانی کنن. نمونه‌های مختلفی از جمله که مثلا به محمد بن سلمان گفته بوده است که من میام شما رو عضو گروه 7 می‌کنم. به آقای آبر، نخست وزیر ژاپن، گفته بوده، ازش خواسته بوده یک کاری بکنه که آقای ترامپ به اصطلاح یکی از نامزدهای جایزه نوبل بشه. همچنین به روسیه گفته بوده که نگران دخالت اونها در انتخابات آمریکا نیست. مجموعه اینها رو که در کنار هم قرار میگیرین، این سیلی که به راه افتاده در انتقاد از آقای ترامپ به خاطر تماس‌هاش و محتوای تماس‌هاش
با رهبران خارجی یه مقداری بیشتر از چند روز گذشته شده. در همین یک ساعت گذشته هم آقای ترامپ حملات خیلی تندی کرد به یک سناتور جمهوری خواه، آقای رامنی. آقای رامنی تنها سناتور از 50 سناتور جمهوری خواه است که حاضر شده علناً انتقاد بکنه از تماس آقای از محتوای تماس آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین و بگه که مشخص است که آقای ترامپ داره سعی می‌کنه داشته سعی می‌کرده که از به یک کشور خارجی فشار بیاره که بتونه از اطلاعاتی که از اون کشور به دست میاد علیه رقیب داخلیش استفاده کنه و خیلی از ادبیات بسیار تندی حتی با استانداردهای آقای ترامپ استفاده کرده در شبکه اجتماعی توییتر که به تنها سناتور جمهوری خواه بتازه و بگوید که نه همه جمهوری خواهان به پشت او هستند، آقای رامنی استثناست. ولی به هر حال روند استیضاح داره ادامه پیدا میکنه و در یه مقطعی در دو سه ماه آینده انتظار میره که مجلس نمایندگان این رو به رأی بذاره. اگر تصویب بشه اون وقت است که مجلس سنا باید تصمیم بگیرد که آقای ترامپ رو برکنار بکنه یا نه. اون نیاز به دو سوم آرای مجلس سنا خواهد. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک با ما. سفر سه روز پیش مقام‌های طالبان به پاکستان بحث برانگیز شده. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از این سفر استقبال کرده و گفته امیدوار است پاکستان برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره با دولت افغانستان همکاری کند. در مقابل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته میزبانی از گروهی که به گفته او هنوز دست به خشونت می‌زند خلاف اصول روابط میان کشورهاست. آقای صدیقی همچنین گفته بود نظر سخنگوی وزارت خارجه یک نظر شخصی است. اما آقای احمدی گفته نظرش دیدگاه رسمی وزارت خارجه است. علی حسینی خبرنگارمون از کابل با ماست. بیشتر بهمون در مورد این جنجالی که به پا شده بر سر این دیدارها بگو. علی. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگه که تنها صلحی میتونه موفق باشه که مالکیت آن در دست و رهبری آن در دست دولت افغانستان باشه. نظر وزارت خارجه هم که گفتی میگه که هر کشوری که بتونه در این راستا تلاش کنه به ویژه آوردن طالبان به پای میز مذاکره ما از آن استقبال میکنیم. البته میشه گفت که اختلاف نظر وزارت خارجه و ریاست جمهوری افغانستان را باید در ماهیت خود دولت وحدت ملی ببینیم. یعنی وزارت خارجه توسط فردی اداره میشه که نزدیک است به عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی که در انتخابات ریاست جمهوری هم حمایت کرده از آقای عبدالله و ارگ ریاست جمهوری هم آقای غنی. این اختلاف نظرشان به موضوع سفر طالبان به پاکستان منتهی نمیشه. تقریبا طی 4-5 سال اخیر دست کم در چند موارد با هم اختلاف نظر داشتن که هر دفعه اختلاف نظرشان جنجالی شد. مثلا همین دو هفته پیش وزارت خارجه گفت که از هیئتی که دولت افغانستان فرستاد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر نداشته. چند وقت قبل ترش ریاست جمهوری افغانستان فردی را به عنوان معین و معاون وزارت خارجه معرفی کرد که وزارت خارجه قبول نکرد. پس از آن که مخالفت ریاست اجرایی مطرح شد، بعد از آن هم یک موضوع دیگر هم می بود که یکی از کمیته های نظارت بر مبارزه با فساد اداری وزارت خارجه را گفت که در استخدام وزارت خارجه مشکلاتی وجود داره. وزارت خارجه رد کرد. آقای غنی بعدش گفت که باید وزارت خارجه بررسی بشه. باز دوباره ریاست اجرایی گفت که اجازه این بررسی نداد. به هر حال این اختلاف نظرها بین دو نهاد پیشینه دارد. دو نفر که یک آقای غنی است و دیگری آقای عبدالله در گذشته هم رقیب همدیگر بودند، در داخل دولت هم رقیب همدیگر بودند، حالا در انتخابات ریاست جمهوری هم رقیب همدیگر هستند. به همین خاطر اختلاف نظرها زیاد دیده میشه. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته حدود 7 دستگاه بایومتریک در کابل ناپدید شده و کارت‌های حافظه 22 دستگاه دیگر را هم از دستگاه‌ها خارج کردند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 8 روز پیش برگزار شد، حدود 30,000 دستگاه بایومتریک استفاده شد و این دستگاه‌ها مهمترین وسیله جلوگیری از تقلب در انتخابات خوانده شده است. ساعتی پیش ضیاء شهریار خبرنگار ما از کابل درباره مفقود شدن این دستگاه‌ها به ما گفت. روزی است که نهادهای ناظر انتخاباتی از گزارش‌های پراگنده را منتشر می‌کنند در مورد اینکه دستگاه‌های بایومتریک در مناطق مختلف افغانستان گم شدند. از ده‌ها مورد صحبت می‌کردند، هرچند در چند روز گذشته کمیسیون انتخابات
این موضوع رو رد میکرد، ولی امروز در کنفرانس مطبوعاتی محمد عبدالله یکی از اعضای کمیسیون انتخابات در پاسخ به سوال گفت که حدود 7-8 دستگاه بیومتریک در کابل ناپدید است، دقیقاً نمیدونیم که کجا هست، و زورمندا طور که خودش گفت حدود 21 دستگاه بیومتریک کارت حافظه اطلاعاتی که در کارت حافظه‌اش حفظ بوده او را نابود کردن، و گفت که در ولایات دیگه هم احتمالاً از این موارد وجود داشته باشد که ما از رؤسای کمیسیون های انتخاباتی در ولایات در این مورد خواهان حسابدهی هستیم، و اگر دستگاه مفقود الاثر شده باشه آرای او حوزه انتخاباتی یا مرکز انتخاباتی که دستگاه مربوط به اوست طبعا یا باطل میشه یا مورد تحقیق قرار میگیره، و این موضوعی است که نگرانی های را به وجود آورده که ممکن است برنامه برای مفقود ساختن بعض از دستگاه بیومتریک وجود داشته باشند. امروز کمیسیون انتخابات گفت که چند ساعت پیش بود کنفرانس مطبوعاتی داشتن، گفتن که تا آخر امروز تمام مواد حساس انتخاباتی که منظورشان این دستگاه بیومتریک است و اوراق رای دهی و دیگه مواد مربوط به انتخابات هست میرسه به کمیسیون انتخابات. کمیسیون انتخابات گفته که 21000 دستگاه از مجموع 30000 دستگاه بیومتریک رسیده به مرکز به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات، و همچنین از 6000 محل اطلاعاتش وارد سیستم مرکزی شده، درج اطلاعات یا ثبت اطلاعات همچنان ادامه داره. بعضی کمیسیون گفتن که انتظار ندارن که نتیجه ابتدایی که قرار است تا 3 هفته آینده اعلام شوه در حقیقت به تاخیر بیفته. زیا شهریار بود در کابل. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور امروز یا فردا از زمین و هوا به مناطق شرقی رودخانه فرات در سوریه حمله میکند. پیشتر ترکیه، آمریکا و ناتو بر سر ایجاد یک منطقه امن در سوریه توافق کرده بودند. بر این اساس قرار است ترکیه برای مقابله با شبه نظامیان کرد سوریه 30 کیلومتر در خاک سوریه پیشروی کند. با این حال آنکارا و واشنگتن هنوز بر سر محدوده منطقه امن اختلاف نظرهایی دارند. یک زن 80 ساله بریتانیایی از اتهام قتل همسرش که به شدت بیمار بود تبرئه شد. حالا خانواده او خواستار تغییر قانون مرگ خودخواسته شدند. ماویس اکسلتون، شوهر دنیس و شوهرش دنیس هر دو با دارو خودکشی کرده بودند. جان مک‌گوایر گزارش می‌دهد. 60 سال زندگی مشترک داشتند و قصدشان این بود که با هم بمیرند. 18 ماه پیش دنیس سرطان روده گرفت. میخواست بدون درد به زندگیش خاتمه بده و بدون درمان بمیره. پس همسرش به او مقدار زیادی دارو داد و خودش هم خورد. هر دوی آنها را بیهوش در خانهشان در استفوردشایر پیدا کردند. بعد از رفتن به بیمارستان، میویس زنده ماند و بعد به قتل شوهرش متهم شد. این قتل نبود. ما زندگی عادی داریم و وقتی میشنویم که یه نفر به قتل رسیده، یه چیز وحشتناک به نظرمون میاد. اونها پدر مادر من بودن. نمیخواستم که دستگیرش کنن. اما اونها مجبور بودن که ببرنش چون این کارشون بود. و بالاخره بردنش. با لباس خواب و یه جفت دمپایی. چون بهمون گفتن که فقط 3 ساعت اونجا میمونه. اما تقریبا 30 ساعت اونجا بود. محاکمه او تقریبا 3 هفته طول کشید و هیئت منصفه او را گناهکار نشناخت. حالا خانواده‌اش خواستار تغییر قانون در مورد مرگ خود خواسته شدند. ما راجع به قصد صحبت نمی کنیم که هر کی بتونه انجام بده و محاکمه نشه. ما راجع به این حرف نمی زنیم. ما راجع به قانون حرف می زنیم. چیزی که دولت می گوید پارلمان باید تایید کند. 4 سال پیش هم پارلمان به چنین قانونی رأی مخالف داد. اما میویس و خانوادهش بعد از دست دادن پدر و همین اواخر مادرشان می گویند به مبارزه ادامه می دهند. جان مک‌گوایر، بی بی سی نیوز، استافوردشایر. سیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.